اگه صنایعی باشین حتما اسم تضمین کیفیت یا QA و کنترل کیفیت یا QC به گوشتون خورده. تو این ویدیو میخوایم بیشتر بهشون بپردازیم و بررسی کنیم که تفاوت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت چیه و اینکه آیا این شغل‌ها مناسب ما هستند یا نه. در ابتدا میخوایم به وظایف کارشناس تضمین کیفیت بپردازیم. یک کارشناس تضمین کیفیت باید به تمام فرآیندها و واحدهای سازمانی طبق الزامات سیستم‌ها و استانداردهای مدیریتی مثل ISO 9001 مسلط باشه و اونا رو کنترل کنه و به مدیریت گزارشات لازم و تخصصی رو در جهت بهبود سیستم ارائه بده. باید کنترل و آرشیو مدارک رو بلد باشه، یعنی همون مستندسازی و داکیومنتیشن. شرکت در انجام و اجرای بهبودهایی که سازمان در قالب اقدامات اصلاحاتی و پیشگیرانه انجام میده از دیگر وظایف یک کارشناس تضمین کیفیته. به نظر شما یک کارشناس تضمین کیفیت باید چه مهارت‌هایی رو داشته باشه؟ کارشناس تضمین کیفیت با تمامی فرآیندها و واحدهایی از سازمان که با سیستم‌های مدیریتی درگیرن و بر کیفیت مؤثرن سر و کار داره. در نتیجه کارشناس تضمین کیفیت باید فرآیندها رو بشناسه و بتونه عملکردشون رو اندازه‌گیری و پایش کنه و بر اونها نظارت داشته باشه. شناخت و آشنایی با استانداردهای مختلف مدیریتی مثل ISO 9001 از مهمترین و پایه‌ای‌ترین مهارت‌هاییه که یک کارشناس تضمین کیفیت باید داشته باشه. اگه می‌خواید راجع به ISO بیشتر بدونید، حتماً ویدیوی ISO ثانیه شو رو ببینید. می‌خواید بدونید که تضمین کیفیت مناسب افراد با چه تیپ شخصیتی هستش؟ اگر می‌خواید وارد این حوزه بشین، بهتره طبق تست MBTI جزئی‌نگر و برونگرا باشین که بتونید تو حوزه شغلی تضمین کیفیت با مدیران واحدها و افراد مختلف ارتباط برقرار کنید، چون روحیه برونگرا و تعاملی واسه حوزه تضمین کیفیت خیلی مهمه. کلا تیپ های شخصیتی ISTJ و ESTJ برای حوزه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت مناسبن، چون دقت بالایی دارن و به خصوص تیپ شخصیتی ESTJ که قدرت خوبی توی سازماندهی اطلاعات داره و تمایل به انجام کارهای سازمانی یافته داره برای این شغل مناسبه. ضمن اینکه فراموش نکنید ثانیه شو تست شخصیت شناسی شغلی براتون انجام میده و تحلیلش رو به رایگان در اختیارتون میذاره که بدونین کدوم فیلد و حوزه مهندسی صنایع با توجه به شخصیت شغلیتون براتون مناسبه. کافیه وقت مشاوره رزرو کنید و بقیه مراحل رو به صنایعش بسپارید. حالا وقتشه که راجع به کنترل کیفیت حرف بزنیم. کارشناس کنترل کیفیت باید یا با بازرسی‌های چشمی مثلا پارگی بسته‌بندی‌ها رو چک کنه یا از ابزار کمک بگیره که ابعاد و وزن رو طبق مشخصات استاندارد اندازه‌گیری کنه یا از طریق آزمایش خواص مواد رو بازرسی و کنترل کنه. در حقیقت کنترل کیفیت کارش پیدا کردن عیوبه، ولی تضمین کیفیت کارش پیشگیری از عیوبه و همیشه پیشگیری مقدم بر درمانه. پس کنترل کیفیت یا همون QC زیر مجموعه تضمین کیفیت یا QA. اگر بخوایم تفاوتشون رو با مثال براتون توضیح بدیم، باید بگیم که مثلا فکر کنین دارین خونه می‌سازین و طبیعتاً براتون مهمه کارگران و بنا کارش رو درست انجام بدن، یعنی همه چیز طبق نقشه اولیه ساختمون پیش بره. پس مرحله به مرحله کارشون رو چک و بازرسی میکنیم. این یعنی کنترل کیفیت. حالا توی مهندسی صنایع اون نقشه ساختمون رو که باید کارگر و بنا و معمار کار رو طبق اون پیش ببرن، کارشناس و تضمین کیفیت تهیه میکنه. به این ترتیب مشخصات کار و فرآیندها طبق اون پیش میره که به طرح تضمین کیفیت QAP هم گفته میشه. باید طبق این طرح و یه سری استاندارد مدیریتی که مهمترینش ISO 9001 مواد اولیه و محصول نیمه ساخته و محصول نهایی توسط کارشناسای کنترل کیفیت چک و بازرسی بشه تا همیشه اون سازمان در راه بهترین راه حل مهندسی، مناسبترین مواد اولیه و انتخاب بهترین تأمین کننده ها گام برداره. حالا که تفاوت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت رو متوجه شدیم، میتونید توی دوره آموزش 0 تا 100 ISO 9001 ثانیه‌شو شرکت کنید. از همراهی شما توی این ویدیو سپاسگزارم. همراه ویدیوهای بعدی ثانیه‌شو باشید.